سلام به همه. سلام سلام. امروز میخوایم بهتون یاد بدیم که چجوری هزینه های سفرتون به استانبول رو بیاریم پایین تر، اونم به 7 روش سامورایی. بچه ها میدونید که خب هزینه خیلی مهم هستش توی یه سفر، کلان توی زندگانی هزینه ها خیلی مهمه. پس این ویدیو خیلی خیلی ویدیوی کاربردی هستش، واسه دوستاتونم حتما بفرستید. 7 بخش مختلفش کردیم که در مورد هر کدوم میگیم که چجوری هزینه‌تون رو پایین‌تر بیاریم. بریم شروع کنیم. بریم. بزرگترین هزینه سفر چیه؟ محل اقامت. به این محل اقامت رو خیلی ها میگن آقا ما با تور میگیریم میریم یه هتل 5 ستاره 4 ستاره مثلا نزدیک میدون تقسیم و اینا، اینجوری هزینه‌تون میره بالا. چه جوری بیارنش پایین؟ بچه ها بهتر هستش که در درجه اول هتل 5 ستاره و 4 ستاره نگیرید. حالا 4 ستاره باز بد نیستش، ولی شما هتل 3 ستاره خوب یا 4 ستاره مثلا قیمت پایین بگیرید، به خاطر اینکه زیاد توی هتل نیستن اصلا. ببین وقتی شما میخواین بیاین استانبول قطعا یا میخواین خرید کنین یا میخواین بچرخین، اون مدت زمانی که توی هتل هستین بسیار بسیار پایینه و از خدمات هتل قطعا نمیرسین که استفاده بکنین، و تازه میتونن مثلا هتل هم نرن، میتونین خونه اجاره بکنین اگه تعدادشون بالا باشه. بله اگه مثلا 3-4 نفر باشید یه خونه تا حتی توی میدون تقسیم هم اجاره کنید، قیمتاش هم بد نیست. شب مثلا 100 یورو میتونید، 100 دلار میتونید یه خونه مثلا خوب واسه 5 نفر اینا اجاره کنید. حتی ارزونتر اگر مثلا یه فصلی باشه که اونقدر هم مسافر نباشه از اینم میتونه پایین‌تر بیاد، و نسبت به هتل‌های 4 ستاره 5 ستاره میگیرن قطعا ارزون‌تره. تازه هاستل و اینا هم میتونن برن چون اونجا ارزون تره. ولی خب امنیتش یکم آخه واسه سخته، استرس میگیره آدم اونجوری. ولی خب خونه اوکیه، فقط صبونه نداری، ولی خب اولا تعداد بیشتری میاری سرشکنشه ارزون تر در میاد، دوم به سخته تره دیگه. صبونه نداشته باشه به نظر من بهترم هست. چرا؟ وقتی که هتل هستی صبونه داری آدم دلش نمیاد که مثلا بره سرفمه بره صبونه محلی و بخوره این چیزا رو استفاده کنه. پس بهتره که صبونه نداشته باشی. محلش هم اینطوری باشه، یا تو محله بیوغلو بگیرین. بیوغلو منطقه‌ایه که میدون تقسیم و جاده استقلال و اینا توشه. شما اگر اونجا باشه این خونه یا هتلی که میگیرین راحت به هر کدوم از این جاهایی که نیاز دارین برین برای جاهای توریستی و تفریحی اینا فاصله خیلی کمی دارین، یا برن سمت سلطان احمد. سلطان احمد هم اونایی که توریستی ها رو بیشتر دوست دارن، تاریخی ها رو دوست دارن، مسجد ها رو دوست دارن، اگر نزدیک اون بگیرن هتلشونو میتونن راحت به اون قسمت شهر دسترسی داشته باشن. در کل بهتر هستش که یه جایی بگیرید که به مترو، اتوبوس و این چیزا نزدیک باشه که راحت تر به مناطق مختلف برید. ولی خب این دوتا منطقه‌ای که رضا گفت بهترین هستش. ولی اگر سفرتون دیگه خیلی طولانیه، مثلا میخواین 1 ماه بیاین 2 ماه بیاین، دیگه خب بعد خونه بگیرن که خیلی ارزون‌تر در بیاد. بعد دورتر از تقسیم هم بگیرید که بازم ارزون‌تر در بیاد، چون یکی دو ماه وقتی که وقت دارید دیگه میتونید. مثلا اینجوری نیستش که فرصتتون کم باشه بخواید سری همه کارتون انجام بدید، جای دیدنی رو برید خریدتون رو بکنید. فرصت دارید، این مسیر طولانی باشه مهم نیستش تا تقسیم و جاهای دیگه. دومین چیزی که بیشترین هزینه سفر رو به خودش اختصاص میده چیه؟ بلیت هواپیما که میخواین بگیرین، اگر حالا زمینی اینو نمیاد با هواپیما میخواین بیاین، خیلی مهمه که بلیت رو از کجا بگیرن. بچه ها ما خودمون از سایت سفر مارکت استفاده میکنیم همیشه، چون که سایت سفر مارکت میاد از بین همه آژانس های مسافرتی و سایت هایی که هستش بلیت های مختلف رو نشونت میده، ارزون ترینشون رو مثلا نشونت میده که بر اساس حالا ساعت و پروازی که میخوای انتخاب میکنیم. و خیلی هم مهمه که تو چه موقعی از سال داریم. و یه تحقیق هم که من کردم یه سه جالب، این که فرودگاه تو جای استانبول اصلیه بکنی سبیها، قیمت بلیتت میاد پایین تر. ولی خب فرودگاه سبیها به یه سری جاها مثلا به مناطق اروپایی اینا فاصله داره، ولی بازم خب اتوبوس. آره دیگه، چون اون اتوبوسه که مال اتوبوس خود فرودگاه هست یکی از خطاش هم اونجاست، از اونجا راحت میتونن برن میدون تاکسی. ولی با این حال چون که فرودگاه اصلی استانبول بزرگترین فرودگاه دنیا هست،
به نظر من دیدنش خالی از لطف نیست. آره یه بار سفر میان اگر اونو ببینین هم بد نیست، ولی تاثیر داره. یعنی مثلا من نگاه کردم از ایران وقتی میان مثلا توی پرواز 4 میلیونی 500 هزار تومان ارزون تره. خب وقتی تعدادشون میره بالا به صرفه است که برن اونجا که از این نظر بتونن هزینه رو بیارن پایین تر. بعدم یه چیز دیگه بچه‌ها، فاصله تهران تا استانبول 3 ساعت و ربع 3 ساعت و نیم هستش، بعضی هم حالا 3 ساعته میان. واسه همچین پرواز کوتاهی به نظر من لازم نیستش که پروازهای خارجی و ترکیش و اطلس جت و این چیزا رو بگیرید. با همون پروازهای ایرانی ارزون ترین پرواز غیر از ایران ایر تورز، غیر از این با ارزون ترین پرواز به نظر من قشمیر خیلی خوب هستش، ماهان خوب هستش، خود ایران ایر خوبه. واقعا اگر به تایمشون نگاه بکنن و اینکه مثلا قیمتش بیاد پایین‌تر، خیلی اینا به هم دیگه فاصله ای ندارن و میگم یه زمان خیلی کوتاهی رو فهم میخوان تو پرواز باشن. اگر شما خودتونم میدونید که از یه سایتی یا اپلیکیشنی بلیتو بگیریم قیمت مناسب تر هستش و راحت تر هستش، توی کامنت ها واسمون بنویسید. سومین چیزی که توی سفر یکی از هزینه های بزرگ خانواده میشه خورد و خوراکی. آقا غذا کجا بخوریم، رستوران کجا بریم، کجا برن؟ بهتر هستش که واسه یه پایین آوردن هزینه رستوران های شهرداری برید، یا اون لوکانته هایی که دو تاشو توی خیابون استقلال بهتون نشون دادیم. یعنی میری مثلا از پشت شیشه غذا رو انتخاب میکنی، توی سینی میذاری یا آخرش حساب میکنی. البته باید حواستون باشه که آدم وقتی که میره اونجا میگه اینو بده اونو بده اونو بده، بعد یهو میره مثلا 600 لیر 700 لیر میشه و اینا. حواستون باشه بر اساس چیزی که جا دارید شکمتون هستش سفارش بدید. ولی اونا که اونجا سفارش میدن باز از این که برن یه رستوران بشینن ارزون تر در میاد. آره. و خب حالا میگم اون رستوران شهرداری که مینا میگه اون سوسیال تاسیس لریا و یه کنت لوکانتاسی داریم که ویدیوی کنت لوکانتاسی رو برای بچه‌ها گرفتیم، قیمتش فوق العاده از بقیه پایین تره و کیفیتش هم بالاست. یعنی اصلا فکر نکنید چون خیلی ارزونه یه چیز بی خودی همچین دولتی میخوام بهتون بدن. فوق العاده کیفیتش بالاست و ربطی هم نداره که شما توریست یا ساکن هستین، نه به همه این خدماتو میدن، توریستا میتونن استفاده کنن. ولی به نظر من حالا که اومدی ترکیه یه هزینه یا واسه خورد و خوراکت بذار کنار، چون که حیف هستش که بیای اینجا بعد همش بری کنت لوکانتاسی، چون که اینجا اسنک های مختلف داره، رستوران های خاص متفاوتی داره که خب خیلی هاشونو رفتیم و ویدیوشو گذاشتیم و اینا رو ازشون استفاده کنیم. فست فودای مختلف و برندهای مختلفی هم که هستن مثل برگر کینگ و مکدونالد و اینا، من توصیه میکنم به اونا نرین. برگرای بهتر با کیفیت تر هم بهتون نشون دادیم تو کانال ولاگ ترکیه رو. ببینین رستورانای تو ترکیه که براتون ساختیم و بگیرین پلی لیستاشو، مسلما میبینین که خیلی رستورانای با کیفیت تر و ارزون تر هم میتونین برین نسبت به اونایی که مقداری برند هستن. در مورد خورد و خوراک یه قسمت دیگه هم اینه که حالا مثلا اینکه میخواد آب بخره، پفک بخره، نوشابه بخره، از این حرفا. اگر از اینا میخواین بخرین بازم خب یه سری مارکت ها ما داریم که ارزون ترن. شما همینجوری برین یه جا نوشته باشه مارکت یه خرید بخوای بکنی گرون تره، ولی وقتی بری فروشگاهی مثل بی، مثل شوک و آیوزویر، اینا ارزون تر از بقیه هستن چون دولتی هستن. شوباشون هم همه جای استانبول تو کوچه پس کوچه ها زیاد هستش. یعنی مثلا شما توی گوگل مپ سرچ بکنید اطراف خودتون از هر کدومش 7-8-10 تا نشون میده. دقیقا، یعنی حتی اگر تو خود تکسین تو خیابون استقلال هم گرفته باشین هتلتون رو، دو تا شوک همون نزدیک نزدیکشه. دقیقا. بعد مثلا اگه یه آب معدنی کوچیک جاهای برید دم سوپرمارکت ها 7-8 لیر باشه، توی شوکوینا 2-3 لیره. دقیقا، یعنی از نصف هم پایین تره. برای همینم هم بعضی حالا مثلا قیمت هایی که ما میگیم و با تعجب میگن مگه اینقدر هست، آره بستی تو استانبول فکر میکنم حالت خیلی از جای دنیا هم همینطور باشه. واقعا بستگی داره از کجا خرید بکنی و اینم فکر نکنین از یه جای ارزون خرید میکنین قرار آشغال تحویل بده. نه، اون آب 2-3 لیری با اون آب 7 لیری که کارفور بهتون میده هیچ فرقی نداره. هزینه بعدی که خیلی مهم هستش و تاثیرگذاره توی سفرتون هزینه حمل و نقله. توی ویدئوی قبلی گفتیم که توی استانبول غیر از حالا تاکسی، مترو داره، دلموش داره، متروبوس داره، دیگه اتوبوس داره، کشتی داره، با همه اینا میتونید به نقاط مختلف شهر برید، از این ور به اون ور برید. ولی مهم این هستش که کدوم رو انتخاب کنید. ببین فقط یه استانبول کارت بگیرین شارژش بکنین، همه اینا رو به راحتی میتونین استفاده کنین که نیاین اون هزینه عجیب و غریب وحشتناک تاکسی رو ببینین. و همه جاهای دیدنی توی استانبول
به یه خطی بالاخره میخورن، یعنی امکان نداره، مخصوصا اگر شما تقسیم یا حالا همون اطراف سلطان احمد بهتون گفتم اونجاها نشسته باشین، قطعا اتوبوسی که با یک نهایتا دو تا خط برسین به اون نقطه دلخواهیتون وجود داره، بنابراین اصلا نمیصرفه که با تاکسی اینور اونور برید. بعد استانبول کارت هم حتما برید، مثلا استانبول کارتی که عادی هم میخرن و بخرید، اینجوری این سه سفره و پنج سفره و اینا نخرید، چون اینا اصلا به دردتون نمیخوره و گرون تموم میشه. ببین یه دونه بعد بخرن، فکر کنم الان 50 لیره 100 لیره نمیدونم، اونی که الان هست که یه مقدارش هم شارژ توش قرار میگیره، بعدش هم یه شارژ بکنین 200 لیر 300 لیر 500 لیر شارژش بکنین، تموم شد دوباره شارژش بکنین. اینایی که میرن میگین سه سفرا سه تا می... اصلا سه تا به جایی نمیرسی، یعنی سه نفر باشین یه جا میتونید برید، چون که هر استانبول کارتو سه نفر میتونن استفاده کنن توی یه مسیر. یعنی مثلا من از نقطه آ میخوام برم به ب، یه دونه استانبول کارت هم اگر داشته باشین سه بار میتونین بزنین تا سه بار قابل قبوله، سه نفر. ولی وقتی چیز بکنی، ولی وقتی این سه تا خب میرن به ب میرسن، از ب بخوام برگردن به ها دوباره بعد سه تا دیگه داشته باشن، میتونین استانبول کارت نخرین تعداد بالا، یه دونه بخرین یه شارژ بالا بکنین اگه سه نفر هستین و استفاده کنین، ولی اگه مثلا دیگه میشین 6 نفر دو تا استانبول کارت بخرین به همه کاراتون هم میرسه. کسی که به استانبول سفر میکنه حتما میخواد بره جاهای دیدنی، مسجدیه مثلا، جای تاریخی، اینها مثلا باسیلیکاس، آب انباره و خیلی جاها رو میخواد بره، جزایر پرنس، هر کدوم از اینا رو که میخواین بریم ببینین، به نظر من تور نخرین. کاری که میکنین اینه، شما میتونین بریم پلیلیست ولاگ ترکیه ما رو ببینین، ما همه اینجا رو بهتون یاد دادیم که از میدون تقسیم چجوری به اونجا برسین، یاد بگیرین چجوری برین، خود ویدیو رو هم ببینین که اصلا دوست دارین تو اون محیط قرار بگیرین یا نه، بعدش با یه اتوبوس یا نهایتاً دو تا خط برسین بهش. این مطلب رو توی خیلی از ویدیوهامون گفتیم، ولی بازم خیلی ها میترسن که مثلا خودشون برن. بچه اینجا اصلا ترس نداره که مثلا خودتون بخواید برید و اینا، گم که نمیشید، بعدم هیچ اتفاقی واسهتون نمیافته، مطمئن باشید اون پلیلیست رو ببینید همه چی دستتون میاد. به خاطر اینکه اول که شما مثلا اگه با تور اومده باشید، لیدرتون میادش یه سری از این چیزایی که جاهای دیدنی که رضا گفتشو به قیمت دلاری خیلی خیلی بالا بهتون میخواد بفروشه. اگر با مثلا لیدرتون نخواهید برید، توی خیابون استقلال که میرید همینجور ایرانیا وایستادن، بهتون میگن که مثلا تور فلانجا داریم، تور فلانجا داریم، و اونا بازم به قیمت دلاری خیلی بالا میخوان بهتون بفروشن. اصلا از اینا استفاده نکنید جز تور کشتی که اونم شبا هستش. خودتون کاملا از قبلش یه برنامه‌ریزی بکنین، مسیرها رو تشخیص بدین، وقتی وارد استانبول شدین این کار بکنین. در ضمن شما وقتی توی منطقه توریستی هستین و میخواین به جایی که دلتون میخواد برسین که اونجا هم باز یه جای توریستیه، مردمی که این محل هستن اینا انگلیسی بلدن، یعنی انگلیسیتون خوب باشه، خیلی هاشون فارسی هم بلدن، باهاشون صحبت کنین، بگین فلان جا میخوام برم، عکسشو نشون بدین یا حداقل اسمشو به ترکی نشون بدین، کامل بهتون یاد میدن که چجوری بهش برسین با کمترین هزینه. بریم سراغ بحث جذاب خرید. ببین هزینه های خریدو میتونین بیارین پایین تر که خب خیلی روشه استادانه ای داره که استاد میتونه توضیح بده. بچه ها حتما سعی کنید که از آوتلت ها خرید بکنید. ما چند تا آوتلت هم توی یه پلیلیست مراکز خرید بهتون نشون دادیم که حتی روش رفتن بهش رو بهتون گفتیم، اونجا خب خرید خیلی قیمت پایین تر میشه انجام دادش. بعدم خب یه سری چیزها رو باید دقت بکنید، مثلا اگه نوشته باشه یک آلانا یک بداوا، یعنی یکی بخری یکی هم مجانی میتونی بگیری، ولی بازم همچین چیزی یه کم ریسک داره، به خاطر اینکه یه وقتایی میان قیمت رو دو برابر میکنن، بعد یکی بخر دوتا ببر میدن و اینا، ولی خب واسه ما که اینجا زندگی میکنیم چون قیمت رو از قبل میدونیم این قضیه مشکلی نداره، و خیلی وقتا اکثر وقتا نه مثلا به صرفه هستش و واقعا همون قیمت اصلیه پایینه دارن میدن و اینا، خب خیلی واسه اون سود هستش. بعضی جا مثلا میگن که واران 50% درسته، اینجا مثلا این دیریم، اینجا آدم فکر میکنه که مثلا همه جا همه جنس ها 50% تخفیف داره، نه اینجوری نیستش، حد اکثرش 50% تخفیف هستش. و معمولا هم وارد همچین مغازه‌ای که میشین یه ریگالش مثلا همین 50% یه داره، اکثرا نداره. یه کلکی هم که من جدیدن دیدم میزنن اینه که شما وقتی مثلا وارد یه مارکتی میشین، حالا اصلا وارد یه مغازه برای لباس و اینا میشین، انتظار دارین که مثلا وقتی یکی این چیزی که زده، این چی میگن بهش، اتیکتی که بهش زده مثلا قرمز یا زرد، یعنی آفتار سفیدا مثلا قیمت ثابت و عادیه،
جدیدن نگاه میکنی قرمزم آف نداره، زردم آف نداره، ولی بعضی جاها واقعا رعایت میکنن. مثلا دفعه آخری که رفته بودیم مارمارا پارک من دیفکتور رو نگاه کردم، دیفکتور دقیقا گفته بود اونایی که زرده آلانا بداواس، یعنی لباس میتونستی بخری دوتا برداری از هر چیزی، خیلی مفت مثلا میشدش. مال همین چند وقت پیش هم بودش. یا اینکه مثلا خودمون رفتیم پولو لباس خریدیم، اونم آلانا بداوا بود، یعنی اینکه یکی بخری دوتا میتونی ببری و قیمت بسیار پایین بود، یعنی چیزی که 800 لیر همیشه مثلا میرفتیم 800 لیر بودش و اینا 400 لیر بودش یه دونش، دوتاشو میخریدی 800 لیر. که اینم بیشتر زمانه که اتفاق میفته تو اون تغییر فصل هست، یعنی شما اون یک ماه آخر یا 15 روز آخری که فصل رو عوض میشه اگر به استانبول سفر بکنید، این اتفاق میفته که میتونه این قیمت شکسته بشه. یا اینکه موقع عیدا، عید مخصوصا قربان، عید فطر، این چیزا. یکی از چیزایی که حتما میتونه هزینه سفرتون رو بیاره پایین اینه که به جای لیر دلار بیارین. چرا؟ ببین، به خاطر اینکه توی ایران اولا کاغذ لیر گرونتر براتون در میاد، یعنی اگر شما این توضیح عددی کاملا بهتون بدم اینجوریه که شما اگر توی ایران دلار بخرید، اون دلار رو بیاین توی ترکیه تبدیلش به لیر بکنین، مقدار لیری که دستتون رو میگیره نسبت به تومانی که توی ایران دلار خریدین بیشتره، اگر بخواین لیر بخرید، چون کاغذ لیر توی ایران کمتر وارد میشه و خارج میشه. درسته که تو خود ایران دلار هم کاغذش کمه که قیمتش هی داره میره بالاتر و این مشکلات اقتصادی هم پیش اومده، هی عدد داره بزرگتر میشه، اما لیر از دلار هم کمتر وارد ایران میشه، بنابراین اون کاغذی اگر بخرین، خیلی ها که میگن گیرمون نیومده، اگر هم گیرتون بیاد قیمت بالا دستتون میاد که این اصلا به صرفه نیست. پس حتما دلار یا یورو، باز تاکید من بیشتر رو دلاره، دلار بیارین اینجا چینج بکنین و بعدش هم که خواستین برین برش گردونین. و حتی اگر آخرش هم مثلا میرین خرید بکنین و میرن توی فرودگاه که میرن پول فریشا، نه جدا فریشا، قبلش میخوان پول رو پس بگیرن، چیه میرن توی فرودگاه اون تکس رو میخواین پس بگیرین، اونجا بهتون لیر میدن و با اون لیره به نظر من یا لیره رو تبدیل به دلارش که نکنین اونجا، چون تو فرودگاه خیلی بد چینج میکنن، برین تو فری شاپ یه خریدی بکنین بهشون هم لیر بدین، لیر قبول میکنن توی فری شاپ فرودگاه جدیدن، ولی خب ریتش باز یه مقدار بهتر از اینه که باز به چینجیا بدین، اونجا باز بهتر میتونی خرید بکنین. ولی در کل حتما دلار بیارین. این لیرو وردن میگه اینکه ببین، یه تصوری هممون داریم، میگه وقتی سفر میکنی به هر جایی پول اون کشوره رو ببر، این دقیقاً غلطه. ما سفر بلغارستان هم رفتیم یورو بردیم، قزاقستان هم رفتیم چیز بردیم دلار، چون ببین وقتی چینج میکنی اولا اونا براشون همون کاغذ دلاره ارزشش بیشتره و مقدار کاغذی پول خودشون رو بیشتر میدن، بعد تو اصلا مثلا پول قزاقستان رو توی ایران چجوری پیدا کنی؟ پول بلغارستان رو چجوری پیدا کنی؟ ایران قزاقستانو که نداره، بلغارستان هم نداره، یعنی بعد خیلی از چیزا رو شما، ما حتی چین هم رفتیم همینجور بود، به جای اینکه یوان چین بخریم برین اونجا دلار ببرین اونجا چینجش بکنین، بعدش هم هرچی برعکس شده شو یا برگردونین، یا اینکه نه اونجا باز خریدتون بکنین تمومش بکنین، $100 بیارن چنج بکنن به کاراشون برسن بعدش هم برن. بعدم هر جایی بچه چنج نکنید، مثلا گفتیم توی فرودگاه اصلا چنج نکنید، یه سری جا توی فروشگاه ها اصلا چنج نکنید، اینجا خیلی بد براتون چنج میکنن. این توی میدون توی خیابون استقلال و تقسیم کلا این جای توریستی که میرین میگه که آقا اینقدر لیر بده، اینقدر میخوای دلار بدی دلاری بده، اگر حساب بکنید این ریتش وحشتناک بده، بنابراین همیشه اومدین تو دلارتون اتفاقا برین چنج کنین، تو کاپالی چارچی هم برین شارژ بکنین چنج بکنین، بهترین قیمت رو تو میتونین توی کاپالی چارچی هم بازار بزرگ استانبول داشته باشین، بازم توی خیابون استقلال نه، اونجا چنج بکنین بعدش برین دوباره خرجش بکنین، اندازش هم تقریبا قبل سفر در بیارین چقدر میخواین هزینه بکنین. حالا اگرم حالا همون روز اول توی کاپالی چارشی نخواستید برید، ولی خب بالاخره بهتر هستش که روز اول برید کاپالی چارشی، اگه اون روز اول نخواستید برید بازم توی خیابون استقلال چنج کنید، خیلی به نفعتون هستش تا تو فرودگاه و فروشگاه ها. توی هفت تا چیزی که بیشترین هزینه سفر رو برامون میسازه، روشه و ترفندهای مختلفی رو بهتون یاد دادیم توی این ویدیو که هزینه‌تون رو بیاریم پایین‌تر. حالا اگر شما روش بهتری دارین یا چیزی میدونیم که ما نمیدونیم، کامنت بذارین که بقیه هم استفاده بکنن. همونجوری هم که گفتم این ویدیو رو حتما واسه دوستا و آشنا و فامیل و این چیزا بفرستید، حتما به دردشون میخوره، خیلی مفیده. خدافظ.